الله مطال بندیر دوست داره که متقی باشه، مخفی باشه، غنی باشه، نیاز به کس نداشته باشه، طمع از کس نکنه. ایره الله مطال ای تو بندر خیلی دوست داره. رسول الله چرا میگه ایها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه؟ میگه در خانه هایتان نماز بخونید، چرا که بهترین نماز اون نماز است که در خانه خوانده میشه، به جز از نمازهای فرض که در مسجد باید خوانده شود، که تشویق شده که در مسجد نمازتون ادا بکنید. چرا رسول الله میگه که نمازهایتان سنتتان را در خانه ادا بکنید؟ علتش شاید یک ای باشه که من نمازهای نوافل که سنتم در یک بخش در نوافل داخل میشه، از دید مردم کمی دورتر باشن، خوب است به این خاطر است. یا علتش این است که این خانه هایتان مقبره نسازن، در خانه هایتان نماز بخونن تا فرزندایتان به این نماز عادت بکنن، اهل فامیلتان، اهل عیالتان به این نماز عادت بکنن. پس گاهی اوقات یکی از مظاهر خودنمایی و خود را به مردم نشان دادن یکی است که از فضایل خود بیان میکنه، خیلی زشت است، خیلی زشت است. حتی رسول الله اجازه نمیده که کس در پیشروی کس دیگه کس را توصیف بکنه، چه برسه به یک فرد از خود توصیف بکنه. گاهی اوقات میشه که یک کسی به خاطر خودنمایی یا از مظاهر خودنمایی هم میتونه میره بشماریم، ادعای دروغ هست، ادعاهای دروغ در زمان جهاد بالای ما خیلی مشکلات آورد، خیلی اذیت ها را سپری کردیم در مسیر دعوت، خیلی مشکلات ها را دیدیم، خیلی گرسنگی ها را سپری کردیم. چرا که میخواهم مورد توجه مردم قرار بگیره. مردم میگه خیلی قهرمان انسان بوده ای، خیلی یک شخصیت برجسته بوده، خیلی یک شخصیت فقید بوده، خیلی یک عالم متبحر بوده، که تو اذیت ها را سپری کرده. یک زمان را سپری کردم در وقت ما، در وقت درسی که ما میخواندیم، گرسنگی ها را سپری کردم که نان پیدا نمیشد. چی ضرورتی به مردم بیان شده؟ یا گاهی اوقات میخوایم با ادعاهای دروغ خود در بین مردم بزرگ جلوه بدیم، با فلان شیخ سر ما یک ملاقات داشتیم در فلان روز، یه چی ضرورت است؟ یعنی میخواهیم که بعضی اعمالی که ما داریم یا بعضی اعمال نوافلی که داریم، مستحباتی که داریم، او را به یک روش خیلی نرم با ادعاهای دروغ به مردم بیان بکنیم. من با فلان شخص، شیخ با فلان، او خیلی رفیق نزدیک من است، همین لحظه هم شمارش داخل تلفنی من هم است. یعنی چی میبینیم که خیلی خفیف است. این گپا گپایی وجود داره که گاهی اوقات در ذهن خیلی انسانهای خاص میگذره. دیگه از مظاهر ریا، ریا بعد از اخلاص است. یک انسانی از اعمال رو با اخلاص خیلی کامل شروع میکنه، در ابتدا خوب نیتش راست است، وقتی که میبینه که مورد توجه مردم قرار میگیره، اعمال رو بیشتر میکنه، اعمال زیادتر میشه، اعمال طولانی تر میشه. اعمال خوب طولانی شه و مشکل نداره، همیشه انجام داده شه و مشکل نداره، اما گاه اوقات اگر یک ریاکار باشه یا خودنما باشه، اگر مورد توجه قرار نگیره باز ترکش میکنه. این از نشانه هایش است، از نشانه هایی تو انسان وقتی که مردم تشویقش کرد، تمجیدش کرد و ایره خوب گفت در بین مردم، این مشهور شد، دو وقتی کارهای خود دیگه اضافه تر میکنه. وقتی که مردم توهینش کردن، دشنام دادن، بعدش گفتن، از پشتش تهمت گفتن، بازی کار را ترک میکنه. والا مزه ندادم این کار مره، تو از خاطر مزه کرده بودی دیگه، و تو میفهمی که مسیر سختی ها است، مسیر مشکلات است. چرا از خاطر مزه ای که مردم لذت نبرده، ولی خدا تو رو به این کار تشویق کرده، به خاطر خدا انجامش بده، خسته نمیشه. ما یک زمان میگفته میره در سخنرانی ها، کاری که به خاطر خدا صورت میگیره هیچگاه خستگی در پی نداره. یک خستگی جسمی مسئله جداگانه است که کسی جسمن خسته میشه، خواب بالش غلبه میکنه، مسئله جداگانه است، بنا بر مو ضعف بشری که ما تو داریم خسته میشیم. اما یک کسی مسیر دعوت را، مسیر خوبی ها را که مسیر روشن هست، ترک میکنه به بهانه های مختلف و این معنا هست که من لذت نبردم و نشدم، مورد توجه قرار نگرفتم، خود در ابتدا و کس با تو نبوده و کس در مسیر با تو قدم نگذاشته، به او خاطر از مسیر جدا شده. یا نماز خود را طولانی میکنه، یا عمل خود را بزرگ جلوه میده، یا چیزهایی هست. حالا یک نفل خوانده دو رکعت اشراق، این دو رکعت اشراق را طور فکر میکنه گویا دیگه یک چند روز بعد دیگه پیغمبر میشه. اینه، نباید ما اعمال خود را او که با اخلاص آغازش کردیم یا بریا تبدیل کنیم، زحمت خود را، پس ما زحمت خود را خود ما هدر میده. پس این از مظاهر ریا و خودنمایی هست. یکی از مظاهرش این است که ترک عمل به خاطر مردم متوجه باشد. انشالله که فضیل بن عیاض هست، میگه انجام عمل به خاطر مردم ریا هست، انجام عمل به خاطر مردم شرک است. فراموشتان نشه، انجام عمل به خاطر مردم شرک است، ترک عمل به خاطر مردم ریا هست. ترک عمل به خاطر مردم ریا هست. هر دویش رو متوجه باشم، انجام عمل به خاطر مردم شرک، ترک عمل به خاطر مردم ریا.
پس در وجهی که عمل را انجام بدیم خالص توحید را مد نظر بگیریم تا یک بنده های مخلص باشیم و دعا بکنیم که الله متعال اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين مخلصين ای پروردگار ما جمله بنده های مخلص و مخلصت بگردان. و یک عمل را اگر ترک میکنیم به خاطر مردم ای باز ریا میشه. چرا به خاطر مردم؟ عملت را انجام بده به خاطر خدا و اگر ترکشون میکرده گاهی اوقات به خاطر خدا ترکش کن. به خاطر خدا یک عمل را ترک، یک گناه را ترک کن به خاطر خدا ترک کن، نه به خاطر مردم. دیگه از مظاهر ریایی هست که آشکار نمودن عبادت به روش خیلی نرو. به روش خیلی نرو. یعنی عبادت را طوری به مردم میفهمانیم، نمیگم که من شب نماز خواندم. این گپ نمیزنیم. ولی گاهی اوقات از ما گفته میشه که یک کس میگه که مثلا دو روز بعد پنجشنبه است، ایره به نان دعوت میکنه، امروز پنجشنبه است، امروز پنجشنبه است، یعنی من روزه دارم. روش خیلی نرم است. امشب من از آنهای صبح را تعقیب میکردم، در اخیر صبح یک مسجد از آن صبح وقتش یک کمی وقت‌تر بود. این خیلی وقت بلند شده از خواب. از خواب خیلی وقت بلند شده. این یک روش نرم که مردم بفهمه که یک انسان خیلی متقی هست. پس این از مظاهر ریا و خودنمایی هست. دیگه از مظاهر ریا و خودنمایی تظاهر به تواضع. درون مملو از کبر، ظاهر پر از تواضع. که داخل شویم سر پایین، یا در وقت دعا کردن سر پایین، دستا بالا. دستا بالا به این حد. عمر رضی الله عنه یک کس را دید که در وقت نماز سرش خم بود. گفت تواضع در سر خمی نیست، قلب باید خم باشه. و پیشگاه پروردگار قلب باید خم باشه. ولی ما گاهی اوقات ای تو فکر میکنیم که تواضع می که ما، یا گاهی اوقات یک عمل را ناچیز میشماره. من یک بنده بدبخت خداستم، یک بنده خود را بد میگه، خود را بد میگه، یعنی من اینقدر تواضع دارم. عیب های نفس خود بیان میکنه. نه تقوا دیگه از ما تقوا نیست، تقوا تقوای فلان نفر، تقوا دیگه تقوای فلان نفر. یا خود دشنام میده، بدبخت تر از ما، فاجر تر از ما، یا بیشتر میره دشنام های میگه. چرا؟ هدفش ایست که من خوب هستم، خود قدر خود را بد میگم. من خوب هستم، ولی به یک روش دیگه میفهمونه به مردم که من قدر خوب هستم که خود را بد میگم. متوجه شدن؟ این از مظاهر ریاست، مظاهر خودنمایی است. این کار رو خدا دوست نداره، این کار رو خدا دوست نداره. دیگه از مظاهر ریا و خودنمایی آشکار کردن عیوب دیگران هست. گاه اوقات این روشش خیلی زیرکانه هست. به طور مثال میگه و فلان نفر نه نماز شب نمیخونه. یعنی من خود میخونم. عیب دیگه مردم را بیان میکنه به خاطر قوت بخشیدن خود. اما کسایی که غیبت میگن، او کسایی که غیبت میگه، او هدفش یکی هست، اون نفر را ضعیف بسازه و خود را بزرگ جلوه بده. گاه اوقات غیبت سرمنشیش امزی هست که انسان میخواد طرف مقابل را ذلیل بسازه و خود را عزیز بسازه، او را پایین بکنه و خود را بلند بسازه. گاه اوقات عیب دیگه مردم را بیان میکنه، بالاخص طبقه دعوتگرا و طبقه قرا و طبقه علما، با استثنای استادای گرامی و علمای دانشمند و فقیه و مخلص و متقی و در جایش. گاه اوقات نمیتونیم ما توصیفی از کس بشنویم. ما نمیتونیم از همرقیب ما، همردیف ما، هم مسلک ما توصیف شوه. خیر اوتو نیست. از او که یک کس دیگه خیلی خوب آدم است، چون که از او خیرش کدام خیر مادی به تو رسیده. هیچ دست خیر نداره فلان نفر، یعنی تو دست خیر داری. خوب شخص است ولی چنین و چنان خوب آدم است. خوب اما خوب آدم است اما یعنی چی؟ یعنی من خوب آدم استم امام در بینش نیست. او خوب آدم است خوب اما کار را خراب کرده دیگه. توصیفش کو. اگر خوبی وجود داره خوبیش به مردم بیان بکو، ورنه بدیش ضرور نیست. انسان‌های ضعیف همیشه بدی مردم رو بیان میکنه، چون خود میخواد قوی جلوه بده. یا گاهی اوقات برش میگه روش زیرکانه رو ببین، این روش زیرکانه رو. کاش دیشب برش دعا میکردم. خدای تیر گمراه کرده بود، به یه حدی رو گمراه شده بود. کاش دیشب برش دعا میکردم. مر خبر میکنه برش دعا میکردم. من کجا بودم در این جای؟ و یک دفعه من متوجه میساخته که من این راه خدا و راستی برابر میکردم به اصطلاح ما شما. این روش هایی است که گاهی اوقات ما میخواهیم با آشکار کردن عیوب دیگرا میخواهیم که خود را برای مردم زیبا جلوه بدیم. یا گاهی اوقات میگم که من فلان شخص در تعجب هستم با وجودی که حافظ قرآن کریم است، تو کار را انجام میده. یعنی من حافظ قرآن کریم هستم، سخت بهترین انسان هستم، او با وجودی که این قسم است بازم این کار را انجام میده.
این کلش مظاهر خودنمایی و خودشفتگی است. بیچاره فلانی آدم خیلی خوب بود، خب چرا چوری شد؟ بیچاره فلانی دلت بد نمیشه، خود را غنیت جلوه میدی، ورنه دلت سرزو بیچاره بد نمیشه، دلت بالای او بیچاره که بد میشه تشویقش میکرده، ترغیبش میکرده، از او کار منعش میکرده، به این بیچاره بیچاره چیز نمیشه. به این بیچاره گفتن او خود را، عدم بیچارگی خود را برای مردم نمایان میسازه که من بیچاره نیستم، او بیچاره است. از مظاهر خودنمایی و ریا هست. ریا تنهایی نیست که ما برای مردم در زبان خود، ظاهر زبان خود را تکان بدیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر بگیم که مردم بگید استغفر الله میگه، یکی از اجزایش است. ولی مظاهر خودنمایی یا نشانه های خودنمایی چیزهایی که براتون میگه بر متوجه باشه. یا گاه اوقات به خاطر محافظت از وجاهت و منزلت خود، علی بتو مثلا دعای یک دعوتگر هست یا یک عالم هست یا یک سخنران هست، این باید در هر جای نام یزید سخنرانی باشه. ای به این معنا نه که خیلی دردمند انسان است باید در هر جای سخنرانی کنه، اینه من یک کسی هستم که باید در جایی که نام من نبود و جلسه جلسه نیست. گاهی اوقات میشه می تو جلساتی مرا چرا نخواسته بودین، این تو یک کسی هستی که میگه مرا، من چرا در این جلسه نبودم، این تو خیلی مهم هستی، این دیگه مردمی که در اینجا آمده هیچ ارزش نداره، این به خاطر حفظ وجاهت و منزلت خود از من چرا مشوره گرفته نشده، من رئیس خانه، رئیس قوم، چرا از من یک مشوره گرفته نشد؟ این تو یک کسی هستی به یک درجه رسیدی که خود را یک کس میگه، کس نیست، یک خس هستی. گاهی اوقات از مظاهر خودنمایی یکی هست که سخن گفتن طوری که دلالت بر عابد بودن یک انسان بکنه. این تلاوت قرآن از طرف شب چه لذت داره؟ بعد از ساعت 2 شب تلاوت قرآن بالای نماز برقا خاموش بی‌نهایت لذت داره. یعنی به یک روش نرم مردم را میفهمانه که من ایتو عبادت میکنم. فلانی دیشب قرآن کریم میخونه، شنیدن قرآن کریم از این مرا خیلی لذت بخش بود برای من. من یک قرآن کریم یک دفعه در آغاز شب شنیدم از موبایل خود، یک دفعه در اخیر شب شنیدم، اما اخیر شب شنیدنش لذت بخشتر بود نسبت به اول شب. یعنی که اول شب یک دفعه قرآن کریم گوش گرفته، یک دفعه اخیر شب هم قرآن کریم گوش گرفته، ولی اخیر شب ای لذت بخشتر برش بوده. خیلی روش های جالب است، این باید متوجه باشیم. نشه که با این کارها ما اعمال خود را باطل بسازیم. هیچ ضرور نیست که مردم خبر شود، هیچ ضرور نیست. این مردم ازتان راضی نمیشه، دلتان جمع باشه. دلتان جمع باشه که مردم ازتان راضی نمیشه، والله راضی نمیشه. هیچ گاهی به خاطر مردم کار نکنیم. هر گاهی که فراموشتان نشه، هر گاهی که ما خود را به مردم واگذار کردیم، از مردم کدام تقاضا داشتیم، الله متعال ما را به آنها واگذار میکنه. یک مفهوم حدیث می قسمت فعلا در ذهنم نیست. اگر ما خود را به الله متعال وابسته ساختیم و از الله همه چیزها را خواستیم، الله متعال ما را از مردم مستغنی میسازه، به خود وابسته میسازه و همیشه ما را کمک میکنه، هم یعنی با ما میباشه همیشه. و اگر همیشه مورد توجه مردم بودیم که مردم ما را ببینه، مورد توجه قرار بگیرم، باز الله متعال تو انسان ها را ذلیل میسازه، هیچگاهی تو انسان ها عزیز نمیشه، هیچگاهی تو انسان ها بلند نمیشه. دیگه از مظاهر خودنمایی و ریایی هست که خود را برتر از منزلتش بدانه. گاهی اوقات ما یک جای سخنرانی میداشته باشیم، در مورد جنین صحبت میکنیم، در مورد جنین کسی صحبت میکنه باید خیلی عمیق مطالعه داشته باشه، خیلی عمیق باید مطالعه داشته باشه و بعد از در موردش صحبت بکنه. گاهی اوقات بالای خود فشار وارد میکنم، اصلا نمیفهم که جنین چی رو گفته میشه، اول تکامل خلقت جنین به چه قسم است که از کجا شروع میشه به کجا پایان میابه، اصلا نمیفهمیم. صحبت میکنم، خود رو به فشار وارد میکنم چون مردم بفهمه که ما علمیت ما به این حد هست، اما یه دفعه خوب یاد بگیر بعد از برای مردم تشریح کن. گاهی اوقات میشه که ما برای مردم طور خود را معرفی میکنیم، از منزلت و از جایگاه خود بیشتر برای مردم خود را نمایان میسازیم، اما جایگاه را نداریم. یا به طور مثال یک جای سخنرانی میکنیم، یک نام های گوناگون را یاد میکنیم در سخنرانی که هیچ کس نفهمه. گاهی اوقات مشکل نداره کسی بیان بکنه، از یک دانشمند غربی را، از یک دانشمند مسلمان را، از هیچ مشکل نداره. گاهی اوقات بالای خود فشار وارد میکنیم، نام را اشتباه میگیم، نام اشتباه میشه از ما چون نورو نمیفهمیم، فقط میخانیک بوده، چرا که به مردم بفهمه که سویه علمی ما به این حد بلند است. اگر کسی میگه که من عالم هستم،
و ما از ما کرده کس دانشمندتر نیست، از او کرده کس جاهلتر نیست. فراموشتان نشوه. امام شافعی رحمه الله میفرماید کل ما ازددت علما ازداد علمی بجهلی. به هر اندازه که علم زیادتر شد ما به جهل خود پی بردم. حالا فکر کو که سالها و سالها زحمت میکشیم، سالها و سالها مطالعه میکنیم، درس میخوانیم، بالاخره در اخیر یک کسی که دکتر طب باشه بالاخره تخصص خود در یک چشم میگیره. حاصل 24 سال درسش یا 20 سال درسش تخصص در مورد یک چشم بوده که چشم بالاخره نهایتش نمیشناسه درست. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. یعنی اگر انسان به این حد خود را بیش از جایگاه خود برای مردم معرفی بکنه، باز بعض جاها سقوط میکنه. یا گاهی اوقات ما میخواهیم یک چیز را با تمام جزئیات صفحهش بیان بکنیم، فلان حدیث در فلان کتاب در فلان شماره حدیث در سر خط و در وسط حدیث ایتو یک جمله آمده، اینم یک قدر لایق استم. ولی اگر اون حدیث اگر ترکیبش پرسان شو باز یاد نمیداشته باشه، مشم دیگه من ایش یاد ندارم. این اگر ما بیش از جایگاه خود رو به مردم معرفی بگیریم، گاهی اوقات باز بند میمانیم، باز نمیشه. باز چهره پلاستیکی یا چهره که تصنعی هست، ظاهری است، او باز گاهی اوقات در میدان حقیقت دور میشه. حالا گاهی اوقات شاید بعض دوستاره یا بعض رفقاره دیده باشم که بیش از جایگاه خود به مردم نمایان میسازه، اما یک جایی میبینه که سقوط میکنه، این تو ضربه میخوره که همو 4 سال لذت قبلا داشت او را به یک لحظه به تلخی تبدیل میکنه. ده یک روپه میشه. نباید ما خود را از جایگاه خود بلند بسازیم. و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر عالمی یک عالم دیگه وجود داره. حالا من اینجا صحبت میکنم کسایی وجود داره که بعد ها سال ما اوتو رو درس داده میتونه. اونها که ما را درس میده، اونها را یک کسایی وجود داره که ده ها سال اونها را درس میده. پس هم از مظاهر خودنمایی هست. دیگه از مظاهر خودنمایی غیبت اهل علم هست. غیبت نمودن اهل علم خیلی یک مرض خطرناک است. در بین اهل علم این نمیزی که غیبت اهل علم را بکنه. چرا ایتو میکنه؟ چون برتری خود را میخواه آشکار بسازه. او دیگه کس نمیفهمه. او هیچ چیز در سرش نمیخوره. او هیچ چیزا را نمیفهمه. هیچ چیزا من خوب میفهمم. یا شاید ایتو نگویی. او یک شخص جلی هست. یک شخص بیکاره هست. او چیزا را نخونده. خیلی تمسخر آمیز. ولی میتو اوقات پیش که انسان باز بلند میشه، انسان ذلیل میشه. انسان را الله متعال پست میگردونه. یا گاهی اوقات میگم که خدا اون ببخشه و مرام ببخشه. تو اگر خیلی همراه جور هستی، محبت داری همراه خود را، استغفر الله همیشه خدا تو رو ببخشه. چی ضرورت است که یک نفر می خدا رو ببخشه؟ یعنی وقدر بدبخت انسان است که خدا رو ببخشه؟ درست است برش دعا کنه، یک مخفیگاه دعا بکو. این چی ضرورت است که در بین مردم یک اهل علم دیگه اهل علم رو خدا رو ببخشه؟ حالا من اینو میفهمم که تحمل سخنرانی که فعلا من میکنم شاید سر بعضی کسا خوب نخوره، شاید اصلا نخوره، اما من به حد خودم که میفهمم به مو حد میگم. چرا بد میخوره؟ یا از کسی دیگه بالای کس بد؟ نه، ضرور نیست بشنوی گپای اینا رو. ولی عبدالله بن عباس رضی الله عنه در بین صحابه که سن هم کوچک نظر میده، در بخش تفسیر نظر داره و نظرشون گاهی اوقات آنقدر بلندش که از ابوبکر و عمر کردم نظرش در تفسیر ارجحتر هست نسبت ابوبکر و عمر رضی الله عنه. مشکل می هست، قلبها مشکل داره. یا گاهی اوقات از مظاهر خودنمایی است طلب علم برای شهرت. کمی نام ما یک کمی پیشوان و پسوان پیدا بکنه. اینه من همیشه میگم که نام ما اگر ای تو گفته شد که جامع المعقول و المنقول، فصیح اللسان، عجیب البیان، بلبل چمنستان، آقای فاضل دانشمند، الحاج محترم، حافظ و در اخیرش نامش اخیرش حفظه الله و خدا اندر حفاظت کنه و ده کلمه دیگه هم اضافه میگه. از سوره بقره که نام اضافه تر میشه، اما شاید علم سوره بقره رو نداشته باشه، شاید لفظ سوره بقره رو یاد نداشته باشه تا اخیرش. چی در داره دوام میکنه؟ یعنی گاهی اوقات علم به این خاطر میشه که ما اگر کدام جای ذره شد یک فتوا بدیم، دیگه مفتی سب شدیم با یک کتاب خواندن، این تو فتوا میدیم او رو نمیفهمی که کدام در کدام بخشی از فقه ما کدام مسئله مفتابی هست ما باید تو رو فتوا بدم. این تو میگم لا ادری رو هیچ اصلا یاد نداریم که لا ادری یک کسره بگیم که من نمیفهمم.